کتاب های گویای مشعل تقدیم می کند. سلام لندن نوشته شیوا شکوری بخش هفته پانزده خبر خبر مشتلق به دیتابت بگم نگو که جواب گرفتی یه رو به پیش یه رو به پیش نامه رسید نامه رسید تو رو خدا وای چقدر خوشحالم هر دو جیغ میکشیم نیما کارت به دادگاه هم نکشید وای خدا جون چقدر خوشحالم آره بالا خودم هم حیرونم گفتم که کارش درسته همون دو تا احساری جعلی کارشو کرد نامه فدایت شوم رو مرد زدن و دادم به دستم بریده بریده وسط اشک و جیغ و داد و خنده میگویم آه نیما زندگی سیبا میشه امروز بریم رستوران ایتالیایی مهمون منی بهارم بیار راست میگی پس کار چی این یکی هم به هم خورد آشپزمون قهر کرده رفته و از دیروز بعد از ظهر رستوران بسته است جدی آره صاحب مغازهم وقتی مس میکنه میره تو کوکلند یعنی خونی دیوونه ها منم دیگه نمیکشم باز باید برم دنبال کار حالا این چیزا رو ولش کن بعد جشن بگیریم زور بیان ایلینگ رستوران پیکولا پیتزاش خیلی خوشمزه است راستی به گراهام خبر دادی نه هنوز پس ساعت دوازده رستوران پیکولا دستم میلرزد برای راج و گراهام پیغام میفرستم نیما وارد دنیای آدم ها شد همان آدم های به حساب آمدنی رستوران پیکولا جشن میگیریم جای شما خالی ده صبح است و اهالی خانه خوابند دوش میگیرم و لباس تمیز و مرتبی میپوشم از جلوی اتاق آقای محترم که هیچ وقت در روشنایی روز ندیدمش رد میشوم در کمی باز است اتاق پر از لوازم منزل است حتی جای نشستن هم ندارد دور میز هستیم من پیزای گیاهی میگیرم و یک فنجان چای بابونه بهار پیتزای دریایی با شراب سفید نیما پیتزای گوشتی با شراب قرمز پنجان و ها را بالا میبریم به سلامتی نیما بهار سر حال است دیگر اثری از کبودی زیر ابروش نیست آرایش ملایمی دارد و مثل همیشه شیک و گران قیمت است نزیاد حرف میزند و نزیاد زیاد ابراز احساسات میکند شبیه کوه یخ در اقیانوس است فقط چند سانتی متر از نوکش دیده می شود. نمی توانم حدس بزنم چقدر از حجم درونش را پنهان کرده. شاخک های حسی هم می گویند دست کم نگیرش. دستم را مثل میکروفون می کنم و به نیما می گویم لطفا بفرمید از این که بریتیش شده ای چه احساسی دارید. جرعی از شرابش می نوشد. آخیش شونه هم سبک شدن. دست می کشد روی شانه هاش. انگار چیزی از رویشان می تکاند. باورت نمیشه شه هنو. نمی و نامی هوم آفیس رو باز کنم. دستا می لرزید. گفتم الان میخواد بگی دیپورت شدی. بهار بازش کرد. با دست اشاره به بهار می کند. اینم که تا خوند و گفت چی تو نامه نوشته؟ ده بار قلبم آورد تو دهنم. همه گی میخندیم بهار رو به من می کند. با امید خودت جواب شما هم به میاد. این روزا خوب جواب میدن. مرسی. این روزا هم بالاخره تموم میشن رو میکنم به نیما حالا برنامه چیه چیکار میخوای بکنی اول از همه آپارتمان خوشکل تو بالا شهر لندن طرفای کینگزینگتون اجاره میکنم بذار دولت چشمش کور بشه اجارم رو بده بعدم بهار میبرم پیش خودم بعدش هم میرم سر یه کار درست حسابی درسم میخوام بخونم مسافرتم میخوام برم وای خدا جون چقدر کار باید بکنم دستهاش را دو آگونه رو به سقف میگیرد و تکان میدهد رستوران را گذاشته روی سرش میگویم حالا تا دلت بخواد وقت دادی و به همش میرسی میگوید تو واسه کیس خودت چیکار کردی وکیل گرفتم یعنی راج گرفت تازه سه چهار ماهه که کیس رو دادم فعلا که هیچ خبری نیست بهار به آرامی بلند میشود نیما آپارتمان رو همین دور و بگیر که زیادم از جای الانی که هستیم دور نباشه میرود به سمت دستشویی به نیما براغ می شوم زن مردم تو روز روشن می بدزدی دقیقا اصلا میخوام همین کارو بکنم هیجر گوشش میگم ول کنین دیوس عوضی رو چند وقت پیش من باشه مردی که مجبور میشه طلاقشو بده آخرشم هم همینه دیگه چه گویی میخواد بخوره حالا بریتشش رو سه سال دیرتر بدن آسمون خدا که به زمین نمیاد دلواپس نگاهش میکنم بعد خودش راضی باشه وگرنه میفتی تو دردسر سر هنوز هم قرص میخوره آره مشت مشت به خود از پیش این ان بیاد بیرون حالش خوب میشه مردی که مثل گوش کوبیده بهش چسبیده شدی حکایت این عشقایی که خونه و کاشونهشون رو به قیمت سوزوندن خونه های دور برشون میسازن بهار بر میگردد سر میز نیما صدایش را بلند میکند دنبال چابودی پیدا کردی نه هنوز دو سه جا دیدم ولی همه اتاق مشترک بودن آخرش هم باید با یکی از همین دخترای اروپای شرقی هم اتاق بشم تا وقت نکردم ساب کنم که خیلی تو قیافه است بعد از اینکه راج اومد قفل اتاقم درست کرد تا یه هفته جواب سلام نمیداد و سرسنگین بود آخرشم یه روز گفت خانم انا این آقا لاغره دیگه نباید بیاد اینجا ما توی این کوچه آبرو داریم از اولم قرارمون نبود که شما کسی رو بیارین اینجا نیما پقی میزن از زیر خنده خسته بگی بعد که قرم پسر دختر مردم بره تو هموم سه ساعت میمال آبرود نمیره مستجر سنده میاره و نصف شب علف میکشه آبرود نمیره تریاک به خونناق میبندیم همه گی میخندیم نه نیما جون آبرو ریزی یعنی تو روز روشن یه مرد هندی بیاد قفل در رو درست کنه اون هم روز یک شنبه که همه تو خونه بهار میگوید آخه اینا هر کاری کنن مردن ولی همچین که زن تکون بخوره آب اگه این اتاق رو به دختر اروپا شرقی اجاره داده بود هیچ وقت به خودش اجازه نمیداد بهش بگه دوست پسرتون رو این خونه ولی واسه زن ایرانی همشون کاسه داغتر از آش هستن نیما میگوید آره دیوسا حالا تو اصلا چرا نمیری با راج زندگی کنی همچین پیشنهادی در شهر به ما نشده نیما زردی خفیفی به میز میزند خب نشده که نشده تو پیشنهاد کن اگه یکی تو رو بخواد بعد از خداشم باشه که باید زندگی کنه بهار رو به روبه نیما میگوید همه که مثل هم نیستن شاید راج دوست نداره کسی فضای شخصیشو به هم بزنه اصلا شاید دوست داره حنا تو شرایط برابر بره توی خونش وسط حرفش میگویم این اینطوری نیست رو به نیما میکنم راستش به فکر خودم هم رسید که پیشنهاد بدم ولی روم نشد نیما میگوید چطور رود میشه شرط تو جلوش در بیاری اون وقت روده میشه کلمه حرف تو بزنی آه خفه شدم با این حرف زدنت یه خورده ظریف باش ما هنوز با هم اونجوری نخوابیدیم چشماش درست میشون بار بابا تو هم پنج ماه با همین هنوز همو نکردیم خاک تو پس اصلا مرد نیست از الان بهت گفته باشم ها بهار میگوید این حرفا چیه نیما مگه همه مثل مردای ایرانی هستن که از همون اول میخوام به آدم بخوابن راجا که هنها رو دوست نداشت این همه براش خرج نمیکرد به نظر من که خیلی مرد معدب و محترمی بود نیما رو به من میکند مگه نگفتی یه شب خونش خوابیدی؟ چیکار کرد؟ قصه خوند و پیشینیت رو بوسید؟ اگه مسلمون بود میگفتم لابد داشتی قرآن میخوندید کمی گشاد نشسته است و آرنجش را روی میز میشرخاند چشم بهار به دهان من است اتفاقا همین کاری کارو کردیم بغلم کرد و پیشونیم رو بوسید نیما میزند روی پای بهار تایی به من شرک کن ای رو حرف من حرف بزن نگفتم مرد نیست و یه چیزیش میشه یه بار دیدمش فهمیدم بهار میگوید چی میگی تو هم؟ خیلی مردا که استرس داشته باشن نمیتونن عشق بازی کنن شد راجم این طوریه هیجان داشته و نتونسته بعد برش آتمسفر رو درست کرد حرف بهار سنگی پرد شده در مرداب میشود و در من موج میآفریند میگویم خیلی خوب بس دیگه کله باچه هندی رو بنزی کافی بار گذاشتیم اگه موافقین یک کیک شکلاتی هم واسه دسر بخوریم نیما میگوید نیکی و پرسش بعد زحمت رو کم میکنیم اصلا گورمون رو گم میکنیم چپ چپ نگاهش میکنم میگوید امروز روز منه هر چی دوست دارم میتونم بگم میگویم رس میگی هر چه میخواهد دل تنگت بگو دسر را سفارش میدهم موبایلم زنگ میزند سلام کاترینا کجایی؟ چرا سرکارت نیومدی تام که نیست بر چی بیام؟ تام کیه؟ گور پدر تام آشپز جدید بردم زودی بیه سرکاره؟ ببخشین کاترینا ولی معلوم با دوستان جایی هستم و نمیتونم بیام اگه الان نمیای دیگه اصلا نیام ساعت شیش میتونم بیام وسط حرفم گوشی را قطع میکند بهار میگوید میخوانی الان بریم؟ ای کارتون از دست بدیم نیما نیم خیز بلند میشود؟ اه دست رو بیخیال شو برو سر کارت نه ولش کن دیگه تحمل رفتاری کاترینا رو ندارم کیک شکلاتی با سه فنجان قهوه میرسد فنجانم را بلند میکنم به سلامتی زن ایرانی ننگ بر استفاده ابزاری نیما فنجانش را با دست چپ بلند میکند و همانطور که دست راستش را مشت کرده و بالا میبرد میگوید سلوات بر پول خر کار خر خواب خر پوست خر ننگ به نیرنگ تو کل خر دست خر بهار لبخند زنان فنجانش را به فنجانهای ما میزند شانزده میروم کتابخانه دلشوره دارم باز بیکار شدم یکی از کتابها توی کیفم است ولی ذهنم راحت نیست که بخوانم و بفهمم. پر از ابرهای خاکستری است. دوباره همه چیز به هم ریخته است. خانه را هم باید عوض کنم. همه لباس هم بوی دود گرفتند. هیچ خبری هم از هوم آفیس نیست. راج هم بیش از اندازه محتاط و آرام پیش می رود. نمی دانم چه کار کنم. می نشینم پشت کامپیوتر ایمیل هام را چک می کنم. از گراهام ایمیل دارم. دوباره از که آمدنش را به تعویق می اندازد. من هم گفته بودم وقت آزاد ندارم. هنوی عزیزم. باید تو رو حتما ببینم. فکر می کنم زمان اون رسیده که سری یک سری چیزها با هم گفتگویی جدی داشته باشیم. یا تو بیا گلاسکو یا من میام لندن. یک روز تو رو می خوام. بدون دغدغه، عجله یا منتظر پاسخت هستم گراهام تو چرا میخواهد مرا ببیند؟ جواب میدهم گراهام عزیز من نمیتوانم بیایم گلاسکو ولی خوشحال میشوم که تو را در لندن ببینم اگر آخر این هفته بیایی همدیگر را میبینیم دوست دوباره بیکار شده ی تو هنا ایمیل را میفرستم تازه متوجه میشوم که ایمیل گراهام یک زمیمه هم دارد بازش میکنم هنه عزیزم آن روز که در ایسکا از تو جدا شدم حس کردم بخشی از وجودم از من کنده شد بعضی چیزها مثل خاطرات دفن شده یک اگر بر حسب اتفاق سالها بعد با بخش های از آن روبرو شوی چیزی را به طور کامل به یاد نمی آوری. تنها بویی آشنا تو را به آن وصل می کند. وجود تو برای من بوی آن وصل است. در راه بازگشت به گلاسکو یک لحظه از نظرم دور نمی شدی. تو با من نفس می کشیدی و در چشمهای من به حرکت دشت ها از پشت پنجره قطار نگاه می کردی. آن نگاه خمار تو در تخت خواب همیشه همراه من است. در آن چشمهای زن را دیدم که لذت برده بود. من این لذت مشترک را همچنان با خود حمل و مزمزه می کنم بعد از آن روز هیچ فرصتی پیدا نکردم که اینها را برایت بگویم حتی آن دو روزی را هم که در لندن بودم به تو زنگ نزدم آنقدر درونم گلالود و پرحیاهو بود که نمی هیچ چیز را به وضوح تشخیص دهم صدای تو مثل آواز سیرنها برای اودیسه است و من در این اقیانوس تقیانی گرفتار شده ام. امروز صبح رفته بودم پارک پلوک روباهی زیر درخت ایستاده بود زبانش بیرون بود و برق میزد تو مثل همان برق نقره روی زبان روباهی هنوی عزیزم میدانم که از من انتظار بیشتری داری ولی چه کسی آنطور که فکر میکند عمل هم میکند گراهام تو قلبم تون تون میزند نگاهی به دور و بر میکنم چند نفری نشسته که سرشان به کار خودشان است نم به پیشانی هم نشسته است بار دیگر نامه را میخوانم میروم به طرف سالن و از دستگاه فشاری آب میخورم کمی هم به صورتم میزنم ته دلم میلرزد نمیخواهم گراهم درگیر من شود از نیما صدمه خورده است و دلم نمیخواهد که از من هم بخورد قلبش پاک است و افکارش باز برای کم کردن رنج آفریقاییان و سیاهان تلاش می کند و هدفمند است ولی من دنبال مردی هستم که بیش از اینها در زندگی موفق باشد شاید هم خیلی مادیم و همه چیز را با معیار پول می سنجم. شاید باید در استاندارد هم تجدید نظر کنم دوست دارم مرد من دست به جیب باشد و بتواند ازم حمایت مالی و عاطفی کند نمیخواهم تا آخر عمر کارگری کنم پس رؤیاهایی که دارم چی گرهام فقط به رؤیاهای خودش میپردازد به من چه کمکی میتواند بکند انتخابش همین زندگی است که دارد مثل منیژه و آرتور که با داشتن یک آپارتمان دولتی و پول ماهیانه ای اندک با زندگی پرقناعتشان خوشند تمرکز آنها و گراهام روی هدفهای حزبی است از زندگی انتظار زیادی ندارند ولی من خواستهای دیگری هم دارم دنیای مادی نقش مهمی برایم دارد لباس و کفش و جواهرات را دوست دارم زندگی راحت و مسافرت و غذاهای متنوع را دوست دارم اصلا عاشق تجربه های متفاوتم و اینها نیاز به پول دارم. همینجور جلو ماشین آبخوری ایستادم. لحظه ای به خود میایم، برمیگردم به سوی کامپیوتر. خانم معلم راست میگفت که از نگاه کردن به ته خودم میترسم. من واقعا دنبال همچین چیزی هستم؟ صدای پدرم را شنوم. اندکی محبت میتواند تواند تصمیم ها را متزلزل کند زن خوشبخت وقتی سرش را روی شانه مردش میگذارد دنیا را کوچک می بیند صدای فرهاد در گوشم میپیچد عشق یعنی گوش دادن به صدای کفش های او که از راه پله بالا می آید و در را باز میکنی میبینی که کفش هایش را به دستش گرفته و با نوک پنجه راه می رود. من واقعا عاشق راجم یا عاشق گراهام پس چرا گرمای عشق را حس نمی کنم. درونم جاهای خالی زیادند که با هر چیزی پر نمی شوند. با گراهام و راج فقط حفره ای از حفره پر می شوند. آه نمی خواهم باعث درد کشیدن کسی بشوم. خودم هم درد می کشم. پیغام گراهام روی موبایل میآید. آید. عزیز شنبه ساعت یازده هیترو هستم. جواب می دهم ساعت یازده در هیترو می بینمت. یه خیابان راه می رویم. به شیشه های مغازه ها نگاه می کنم تا شاید آگهی کار یا اتاق ببینم. ابرها آسمان را پوشندند و روزهاست که آفتاب را ندیدم. دلم برای خورشید تنگ شده است. یقه پالتو هم رو میذارم بالا تا گوش هم گرم شوند تند تند راه میروم عصبانی هم. از همه چیز و از همه کس دوست دارم بزنم تو گوش اداره مهاجرت دو تا تو گوش نادر تو گوش کاترینا تو گوش عادل و اصلان تو گوش سیستم حکومتی ایران تو گوش سرنوشت تو گوش خدا باران شروع می شود مشت می کنم. مادرم را می خواهم. قطرهای درشت به سر و رو می ریزند. موهام خیز شده اند. به پهنای صورتم اشک می ریزم. نمی دانم تا که می توانم ادامه دهم. آهسته و آرام رو به شکنندگی می روهم. یک ساعت خوبم. یک ساعت بعد. این بی ثباتی خستم کرده. باران می رود پشت گردنم. کاش سیگار داشتم. میرسم به کلیسا میروم تو سالن پر از نیمکت های چوبی با تو های قرمز است. ظاهرا من تنها موجود زنده اینجا هستم تندیس ایسا به صلیب چوبی میخ شده است و به نقطه ای گنگ و نامعلوم خیره است همه استخوانهاش بیرون زده اند. از کف پا و دستهاش خون میریزد صورتش از غم و بدبختی زار میزند و تاجی از خار روی سرش است با دیدنش غم خودم از یادم میرود انگار دردهای همه دنیا را در پیکرش ریختهاند تندیس مریم آن سوی صحنه است و روبروش پر از شمهای سفید هنوز یک شم روشن است بوی کندر کندور میآید سقف گچکاری است و مدل زربی لوستری بزرگ از وسطش آویزان است روی شیشه ها چهره یاران مسیح یا شخصیت های داستانی عهد عتیق نقاشی شده اند پیرمردی چراغ به دست با چهره ای قذبناک در دل ماهی است میدانم که قصه یونس نوی در دل نهنگ است مادر بزرگ چند بار برام تعریف کرده بود من هر بار میگفتم مگه میشه سه روز تو دل ماهی زنده موند و او میگفت اگه خدا بخواد تو دل ماهی هم زنده میمونی این یعنی معجزه سالها بعد بهش گفتم مادر بزرگ جان معجزه وجود نداره معجزه یعنی به هم ریختن قانون طبیعت و او گفت همین که داری رو زمین راه میری معجزه است کفر نگو من هم مثل یونس از کشتی بیرون افتادم و در دل ماهیم نه راه پیش و نه راه پس تنها چراقی که دارم امید است که آن هم پت پت می کند می به سوی تندیس مریم ایسای نوزاد را بغل کرده است صورت ظریف و محزونش کمی رو به پایین است و لب بالاییش برجسته تر از لب زیرین است انگار می خواهد حرفی بزند ولی پشیمان شده مانند چشمهاش که میخواهند بگریند ولی عشقها را پس زدند کاش میتوانستم حرفای نگفته ای را که روی لبهاش سر میخورند بشنوم. پستانهای کوچک و برجستش در تن نازک و لاغرش بیشتر به دوشیزگان نوبالغ میماند تا پستانهای یک مادر شیرده هوا جای دیگری است ترسی آمیخته با گناه از وجودش سرازیر است این حس را می شناسم خوب هم می شناسم شمعی از میان شمها بر می دارم و روبروش زانو میزنم، زیر لب میگویم. این شم رو برای چشمای نگران مادرم روشن می کنم و تو هم مادری زیر جعبه شم نوشته است برای هر شم مبلغ پنجاه پنس کیفم را می گردم پول خورد ندارم خودم را می بخشم و شم را روشن می کنم یک بار دیگر به صورتش می نگرم تندیس های معبد شادتر از کلیسا هستند زن خدایان معبد توپل و لب دارند با پستان های پر و برجسته و کپل های خوش فرم لبخند می زنند. یا که می خندم اینجا دل آدم را ریش می کند. میروم بیرون و زیر باران راه میروم در سالن ترمینال یک هیترو هستم به خروجی مسافران داخلی خیره شده هم. خودش است چشمای بسیاری به طرفش بر می گردند. همان کلاه رنگی رنگی روی انبوه موهای به هم گوریده و همان گیتار و کول پشتی آویزان به شانه چابک و مسمم قدم بر می دارد. دلم برای دست کشیدن به تنش قنج می رود. دست تکان می دهم. چشم های مخملیش می درخشند. به سویم می آید و بغلم می کند. را می بوسم. بوی روغن کاکاو می دهد. یک باف از موهای تنابیش را که حالا تا زیر شانه اش رسیده محکم می کشم. می خندد. می نشینیم در کافه رژ گوشه ترمینال. وسط نشستن و ایستادن سفارش کافه مکا و چای سبز میدهد. سری گیتار و کوله اش را کنار صندلی میگذارد و بی خودی منوی روی میز را از بالا تا پایین نگاه میکند. تازه میپرسد، تو چی دوست داری؟ با لبخند میگویم، همون چای سبز که سفارش دادی خوبه. سلابتی که از چند دقیقه پیش در گامهایش بود، گم میکند، میگوید لاغر شدی آره استراحتم کمه درسم میخونم او آفرین چی میخونی لبهاش را جمع میکند و چشم میگرداند خدمات مشاوره و روانشناسی پیشانی و ابروش با هم بالا میروند قدم برا البته یک عینک پنسی کم داری فنجان و قوری چای سبز و فنجان قهوه روی میز گذاشته میشود کار چی؟ پیدا کردی؟ آره از دوشنبه به قرار از دوتو بچه نگهداری کنم. مادرشون ایرلندیه و پدرشون انگلیسی. تو چی کار میکنی؟ هنوزم داری برای پناهنده ها جان پشانی میکنی؟ دستش را در هوا تکان میدهد. تا آخرین نفس. درون پراشوبش را میبینم. همانطور که اولاغریم را. شاید هم چیز بیشتری در من میبیند و تفره میرود. از گلسکو به هوای سرد تا میخانه ای که پاتوق سوسیالیست ها سرف میزند قهوه و قوری چای تمام میشوند چهل دقیقه گذشته است گرام میخواستی سر چیز خاصی با من حرف بزنیم روی صندلی جابجا میشود و دستی به ریش بزیاش میکشد یک تار سفید شده است دلم میخواهد بچینمش گردنش را به طرف رهگذاران میچرخاند و نفس صداداری می کشد نمیدونم از کجا شروع کنم از هر جا که راحت داری شروع کن بقیهش رو من کمکت می کنم لبخند می زند اوکی اوکی من زنگ زدم به نیما و بریتیش شدنش رو بهش تبریک گفتم کمی حرف زدیم و گفت که دوستت برات وکیل گرفته چشمش را می اندازد پایین و نخهای بنفشی را که دور مچش بسته میچرخاند. چند دانه گیاهی مثل هسته خورما ولی کوچکتر به ته نخها آویزانند میخوای راجب به رابطه من راج بدونی؟ سر بلند نه علاقه ای ندارم میخوام راجب به رابطه خودم و خودت بدونم من کجایی رابطه هستم؟ صادقانه بگم نمیخوام دوباره آسیب ببینم امیدوارم متوجه منظورم شده باشی منم احتیاج دارم که به فکر خودم و احساساتم باشم بر من ساده نیست که به کسی دل ببندم و فردا دستش بدم الان گیجم نمیدونم تو منو دوست داری یا نه میخوای در زندگی تو جایی داشته باشم یا نه وسط حرفش میگویم من و راج فعلا با هم دوستیم به من کمک کرده که وکیل بگیرم و دنبال کیسم هم هست و حرفم را قطع میکند من نمیخوام مجب اون چیزی بشنوم نه برام جالبه نه اشتیاقی دارم صداش میلرزد فقط میخوام بدونم جایی من کجاست تو هیچ وقت به من فکر کردی آینده ای رو با من میبینی یا تا تصور کردی توی یه چشمم نگاه میکند منتظر و نامطمئن به تو فکر کردم ولی نه به اینکه آینده ای رو باید داشته باشم تندی میگوید رنگ پوست یا نژادم برای تو مسئله است یا برای خانوادهات لطفا راستشو بگو دستاش را در هم قلاب می کند اصلا این چه حرفیه رنگ پوست و نجاد و مذهب چیزی نیستن که من یا خانوادم باش مشکلی داشته باشیم لبخند میزند و قلاب دستش باز می شود انا می که کشش سکسی بین من و تو خیلی زیاده سر تکان می دهم آره همینطور که میگی من این حالت رو نسبت به هیچ زنی تا به حال نداشتم فکر می کنم وقتش رسیده که رابطه ما وارد مرحله جدی بشه. جوری نگاهم می کند که تحمل ندارم. التماس در چشمهاش موج می زند. مسیر نگاهم را به فنجان خالی چای تغییر میدهم. یکو از روی صندلی بلند می شود و روی یک پا جلو هم زانو می زند. دستم را می گیرد و می بوسد. با من ازدواج می کنی. مردمی را که در رفت آمدند می بینم صدای بلندگوها را می سنگینی نگاه زن و مردی را که کنار میز ما نشستند و به ما خیره شده اند حس می کنم و بوی قهوه و عرق تن در بینیم میپیچد خیلی خجالت می کشم گوش ها می سوزند. چیزی در من نمیخواهد که همسر او بشوم. آرام دستم را از دستش بیرون میکشم و بلندش میکنم لطفا بشین رو صندلی ما باید با هم حرف بزنیم مینشیند روی صندلی آپارتمان لندن میفروشم بعد از سطحی حساب با بانک احتمالا میتونم یه آپارتمان یه خوابه توی گلاسکو بخرم تا میتونی کاری پیدا کنی و هر دو قصد آپارتمان رو می پردازیم و زندگیمون میگذره من البته دنبال پاسپورت جامائیکایی هم هستم آرزو دارم چند سالی اونجا زندگی کنم مطمئنم که تو هم دوست داری تا یک سال دیگه پس اندازم اونقدری میشه که بتونیم جشنی بگیریم برای بازنشستگی میریم جنوب فرانسه دستم را بلند میکنم گرام گرام تو نرو خواهش میکنم چیز دیگه هم هستن که ما هیچ وقت در حرف نزدیم تو هنوز منو نمیشناسی نه از انتظارات من چیزی میدونی نه از رؤیاها و ترسای من یادت گفتی هنا بودن یعنی چه تو از هنو بودن چه میدونی مهم اینه که تو هر چی باشی بر من دوست داشتنی و خواستنیه سرم را به چپ و راست تکان میدهم نه نگاه به وضعیتی که الان دارم نکن شخصیت من اینی نیست که تو میبینی بخشی از من در کنار همسر و بچه رفاه مالی میخواد خونه و ماشین و کار پردرآمد میخواد با شیطنت نگاهم میکند لباس شیک رخت خواب نرم مسافرت هتل پنج ستاره درسته سر تکان میدهم فکر میکنی توان تهیه این زندگی رو نداریم شادم داشته باشی ولی من زن مناسبی برای تو نیستم زهرخندی میزند تو نمیتونی از طرف من حرف بزنی و احساست منو تفسیر کنی دو دستم را میگیرد و با کمی فشار تکانم میدهد تو حتما من زن مناسب منی در چشمم نگاه می کند حالا چرا نمیگی شاید توانش رو داشته باشی؟ چرا نمیگی توانش رو داشته باشیم؟ نرم دستم را میکشم بیرون من نمیخوام تا آخر عمر کارگری کنم میخوام به رؤیاهام هم, هم برسم خب اشکالش چیه؟ چرا نمیتونی به رؤیاهات برسی؟ کلمه ها در گلو میماسند نمیتوانم به راحتی خودم را بیان کنم اگر حرف بزنم یا غرور من میشکند یا غرور او اصلا راجه به این قضیه الان حرف نزن بذار یه سال دیگه سرش حرف بزنیم خیلی جدی نگاه هم میکند اشکال چیه که الان سرش حرف بزنیم من الان در شرایط مناسبی نیستم نه اجازه کار دارم و نه اجازه اقامت سر چی با تو حرف بزنم باز بریشش دست میزند محکم میکشدش باشه ما میتونیم سه سال دیگه ازدواج کنیم اصلا هر وقت شرایط مناسب بود ولی دست کم میتونی یه امیدی به من بدی تو دنبال امید نیستی تو از من قول میخوای و قول دادن مسئولیت میاره باید وقتی قول داده بشه که طرفین در شرایط مناسب باشن گفتم که من حتی نمیدونم توی این کشور اقامت خواهم داشت یا نه اگه کیس من دوباره رد بشه من باید برگردم ایران نمیدونم که تا ابد به این زندگی نکبتی ادامه بدم تازه شاید تا اون موقع تا از کس دیگه خوشت بیاد سر تکان می دهد و دو آرنجش را روی میز میگذرد از طرف من قول صد در صده. نه از کسی دیگه خوشم خواهد اومد نه به کسی پیشنهاد ازدواج خواهم داد سر جام نشستم همیشه هم قلبم برای تو بازه گراه میدونی که برای من عزیزی بذار همینجور دوست هم بمونیم بدون هیچ انتظار و برنامه برای آینده خواهش میکنم نیم لبخند تلخی میزند های سفید و زیباش را نمیبینم از جا بلند میشوم و کیفم را روی شانه ام میاندازم بی آنکه از جاش بلند شود میگوید راستش را بگو عاشق راز شدی یک که میخورم بیشتر از اونی که عاشقش باشم براش احترام قائلم پاش را دراز میکند و حالت راحتی به خودش میگیرد برای پول موقعیتش یا برای شخصیتش لرزشی در ستون مهره ها می دود. از مرسا نباید گذشت لطفا در محدوده خودت بیست قرارم نیست که منو بازخواست کنی اتفاقا همین کاری می خواهم بکنم حالا تو با این آدم تا یه جایی میتونی بری تا وقتی که کارت رو درست کنه تا روح آزادی داری در محیط خوشک و پر از احتیاط می میری. تو زنی هستی که بدون پاسپورت و حمایت تا اینجا خودتو کشوندی حالا فقط یه قله مونده که فتحش کنی بریتیشت رو هم میگیری اگه نگرفتی با ازدواج به جواب میدن روی من حساب کن همانطور که ایستاده هم رو برمیگردانم انا جون لطفا برفام گوش بده تو راج رو دوست نداری دیگه اینقدر میشناسمت که بگم در قید های بندهای سنتی جا نمیشی الانم فقط به خاطر شرایط رفاهی اونه که تحملش میکنی اگه من این شرایط رو داشتم الان کنار من تو گلاسکو بودی درست میگم مینشینم روی صندلی به جای اینکه من و روابطم رو تزیه و تحلیل کنی بگو از من چی میخوای چه انتظاری داری عزیزم این روزا میگذره تو بریتیش میشی کار میگیری مستقل میشی بعد میبینی که دیگه نیازی به راج نداری اگه اون وقت هم انتخابت راج بود میشه گفت که واقعا دوستش داری تو الان داری فقط یه معامله میکنی به خاطر نداشتن امنیت مالی و اجتماعی داری تحملش میکنی میپرم وسط حرفش حتی اگر همه ی حرفای تو درست باشه که نیست در نهایت این منم که باید تصمیم بگیرم در چه شرایطی میخوام خودم قرار بدم از فقر و بی پولی و دربدری خسته شدم خودم خوب میدونم در چه شرایطیم. ممکنه تا دو ماه دیگه جواب بگیرم ممکنه تا پنج سال دیگه هم نگیرم ولی انتخابم این نیست که جوانیم رو با کارگری بگذرونم صبح تا شب هر سجوش اجاری اتاق و پیدا کردن کار بخورم اصلا من چرا باید این رو به تو توضیح بدم این زندگی حقمه هر انتخابی هم بکنم حقمه معلومه که هر انتخابی کنی حقته فقط یه سوال ازت دارم رو راست باش اگه شرایط مالی و اقتصادی راج رو داشتم الان کنار من بودی؟ حق به جانب نگاهم می کند نه فکر نکنم تو حمایت کردن از زن و بلد نیستی اونجایی که باید باشی نیستی کنار ترسا و مشکلاتم حضور نداری کمک فکری و روحی نمیدی اینا ربطی به پول داشتن و نداشتن نداره حتی ربطی به بودن تو در لندن و کنار من هم نداره به کلاهش دست میزند انا اینقدر کم لطف نباش میدونی که از تر قلبم دوستت دارم به تو پیشنهاد ازدواج دادم اگه آدم کسی رو دوست داشته باشه نه برش براش مهمه نه موقعیتش با هم کمک میکنن تا زندگی رو بسازن میفهمی چی میگم اصلا بگو از من چه رفتاری رو انتظار داری من همونو انجام میدم نفسی پر صدا بیرون میدهم میدونی چیه گراهام از همون موقع که داشتی نیمار رو تو قطار میبوسیدی و گیتارت کنار پات بود و داشتی میرفتی موزه مادام تو سازت خوشم اومد قبل از اینکه تو اصلا منو ببینی و با من آشنا بشی نزدیک دو سال میشد که مردی رو نبوسیده بودم و هیچ مردی هم من رو اونجوری که تو داشتی نیمار رو میبوسیدی نبوسیده بود چشمهاش برقی میزنند و چینی وسط دو ابروش میافتد ادامه میدهم. در اون لحظه من نه تو رو می و نه نیما رو ولی میخواستم اون بوسیدن رو تجربه کنم. اصلا نمیدونم چرا همه چی دست به دست هم دادو همینجورم همین جورم شده. به همه مقدسات سوسیالیستیت همش همین بود. پای راستش مرتب بالا و پایین می روید. آه منظورت اینه که فقط رفع یک اتش یا نیاز بود که به من جذب شدی نه بیشتر به چشماش نگاه نمی کنم آره فقط همین خنده مزور رو نمی کند و وقتی منو شناختی و فهمیدی در کنارم نمیتونی به رؤیاها و آرزوهات برسی دندانهای سویدش را لایه لبخند بزرگش می بینم آره تا حدودی درسته بلند می خندد. اگه پولدار بودم و موقعیت راج رو داشتم باز هم همین نظر رو داشتی نه؟ با قیز نگاهش میکنم حرف هام رو اصلا جدی نمیگیرد مثل گربه بازی هم میدهد دلم میخواهد دردش بدهم شاید هم داشتم هرچی باشه پول و موقعیت از جذابیت های یک مرد موفقه سرش را میدهد بالا و بلندتر میخندد تا ته دهانش را میبینم هلا جان عشق رو نمیشناسی چون هیچ وقت نداشتی راست فقط که چوبی در این دریای متلاتمه دوزی که تو به آرزوها و رؤیاهات برسی تازه میبینی چه موجود دست و پایی رو اضافیه خشمی از درونم میجوشد تو اجازه نداری اسم راج رو بیاری و راجبش اینجور حرف بزنی تو نه توانایی های اون رو میشناسی و نه حد و حدود خودت رو از جا بلند می شدم. راج آدم مسئولیه به خواسته های من احترام میذاره برای حل مشکلاتم پا به پای من می جنگه. بلند می شود و خودش را روی میز به طرفم می کشد. راج میتونه تو رو با شور و گرما هم در آغوش بکشه و تنه تو مثل جزیره از سارامیز کشف کنه. آتشی در چشمهاش زبانه می کشد. وقتی مشکلات اقامت تل شد بعد چی داری که به تو بده؟ خونه؟ پول؟ ماشین؟ ارزش تو ایناست؟ خودت نمیتونی اینا رو به دست بیاری؟ یک کمی خورم نیما راجب راج مفصل هر زده بود احساس خل و سلاح شدن در جبهه جنگ را دارم گیج و منگ و مات می شدم. اون گنجایش شنیدن همه چیز رو داره؟ حتی رابطه سکسی تو با اولین مرد زندگیت رو یا رابطه لذت بخش تو با من رو شور زندگی و ماجراجویی رو میتونه در تو سیراب کنه زهر خندی میزند هنه عزیزم ماشین و خونه رو میشه خرید ولی هیجان و لذت تن رو نمیشه خرید عشق و شور رو نمیشه خرید دستمال کاغذی توی دستم را پرت میکنم روی میز و به طرف در خروجی میروم وارد محبتی بزرگ هیت رو می شدم. بغزم می ترکد. نمی دانم از حرف گراهام است یا دهن لقی نیما یا از دست خودم شفتم سوار قطار می شدم. ذهنم در مقایسه ها سیر می کند. راج مهدات است و مراقب تا زنی را خوب نشناسد. اجازه تماس و نزدیکی به خودش نمی دهد. مرزهای ورود به درونش دشوار و خط کشی شده اند. به راحتی اجازه عبور نمی دهد. گراهام رها و راحت به اشتیاق زن پاسخ می دهد. از سمیمی شدن نمی ترسد. راج اهل تعهد و اخلاق است. گراهام را نمی دانم. نگاه راج به زندگی دوراندیشانه است. دو قدم جلوترش را هم می بینم. گراهام همیشه باز است. و برای هر حرف و پیشنهادی آماده، محدودیت ها و قانون های راج را ندارد. بحث و گفتگوهای جالبی راه می اندازد. رفتار دوستانه ای دارد و من و دوستانم را قضاوت نمی کند. با او راحت هم، نیازی نیست خودم را کنترل کنم. می شود با یک بوسه به قلبش راه یافت. ولی راج مغوله دیگری است. باید اول دروازه های روح و قلبش را باز کنی اعتمادش را کسب کنی و بعد دستش را بگیری به دست آوردنش آسان نیست ولی اگر به دستش بیاوری مثل یک چتر روی سرت باز است میرسم به ایستگاه اکتان پیاده میشوم و مینشینم روی نیمکت کنار خیابان ته دلم میدانم که بخشی از حرفهای یک را هم درست است ولی نمیخواهم بشنومشان دردم میگیرد بعد میگردم به طرف ایستگاه و از کیوسک یک بسته سیگار ده تایی میخرم و فندکی ارزان قیمت دوباره مینشینم روی همان نیمکت کاش بی خدا از پیش گراهام نمی آمدم. انگار کتابی را نیمه کاره ول کرده ام. سیگاری می کشم. این وجدانم را ببرم که ولم نمی کند. موهام را سنجاق میزنم ریمل و مداد به چشم میکشم و گونه های رنگ پریده ام را گل بهی میکنم راج پیغام میفرستد بیرون منتظرم پاتو را میپوشم و از پلا میدوم پایین چند روزی است که آقای اسماعیلی شهرستان رفته است نمیدانم کجا مملی و نگیم کیف دنیا را میکنند حمام دائم اشغال است صدای موسیقی تا جا دارد بلند است و دود سیگار خانه را برداشته تا سه صبح پارتی دارند و سر صدا جوان است که می آید می رود مستجر اتاق کناری آقای محترم را که اصلا بیرون نمی آید بالاخره دیدم هیکل درشت و سر کچل بزرگی دارد مشکوک بودن از فرق سر تا نوک پاش می بارد. بوی علفی که دود می کند شب و نصف شب بلند است. سوار ماشین راج می شوم. صورتش را می بوسم. یک پاکت بزرگ ذرت بوداده خریده است و دو پاکت آب سیب. من می بریم سینما؟ درست زدی. من دوبار این فیلم را دیدم ولی به خاطر تو یک بار دیگر هم می بینم. خودم را لوس می کنم. من هر فیلمی را دوست ندارم. می خندد. این یکی را دوست داری از رادیو سمفونی پرهیبت شماره پنج بتوون پخش است. راج خیلی جدی به موسیقی گوش میدهد دلم میخواهد پرحرفی کنم ولی جلوی خودم را میگیرم تا رسیدن به سینما هر دو ساکت به سمفونی بتوون گوش میدهیم ماشین را در پارکینگ میگذارد و وارد سینما میشویم های مختلف سینما را نشانم میدهد کافی شاپ رستوران فروشگاه فیلم و ویدئو و سیدی و حتی کتابخانه چندین سالن دارد که هر کدام فیلم متفاوتی را نشان میدهند و حتی سالنی دارد که رایگان فیلم قرض میدهد و میشود همونجا در کامپیوتر دید همه چیز این سینما جدید و جالب است وارد سالن کوچکی میشویم که قرار است فیلم را ببینیم به نام فیلم روی پستر تبلیغاتی نگاه میکنم فهرست شیندلر کارگردان استیون اسپیلبرگ برنده اسکار بهترین کارگردانی بهترین فیلم نامه و بهترین موسیقی پنج دقیقه نگذشته محو تماشای فیلم می شوم آنچنان دارم فرو می رویم. که از قالب یک بیننده فراتر می رویم. روح و احساساتم با فیلم حرکت می کنند اشک میریزم و همراه با موسیقی و صحنه افتخیز نفس هام را حس می کنم و چیزی در وجودم جا, به جا می شود. راج در بعضی صحنه ها دستم را در دستش می گیرد. فیلم تمام شد. سه ساعت است که روی صندلی نشستم. با هم از سینما خارج می شویم و بیرون کنار تیمز قدم می زنیم. هنوز در فیلم غرقم چه فیلم خوبی بود. نمیتونم از فضاش بیرون بیام. ولی چقدر دردناک بود تا حالا نمیدونستم هولوکاست در دنیای واقعی اینقدر وحشتناک بوده یه کتاب دربارش خونده بودم ولی تصورم یه چیز دیگه بود این فیلم ذهنیتم رو منقلب کرد از کدوم سحن بیشتر خوشت اومد اونجایی که میگفت نجات یک انسان نجات دنیایی است یا مثلا اونجا که نشون میداد چطوری یه آدم سودجوی پول پرست و فاشیست تحت تأثیر موسیقی تبدیل به یک انسان نجات دهنده شد یا خطرهایی که شیندلر میکرد تا بتونه جون یهودی ها رو نجات بده. آه راج مرسی چقدر جالب بود. دست روی چشم هم می گذارم. با رضایت خاطر نگاه هم می کند. البته تمرکز این فیلم بیشتر روی عواطف انسانی بود تا جنگ جهانی دوم. راز من همیشه فکر میکردم شرط اول جنگجو بودن خشونت داشتنه ولی توی این فیلم نشون داد که با قلب پاک و ذهن ادالت خواه هم میشه جنگجو بود من این بار داشته نکردم میتونی راج این کلمه ای هولوکاست یاد به گوشم خورده حتی از دهن نیما هم شنیدم که پدر بهار گفته بود همه ی همجنس گراه ها رو باید هولوکاست کرد ولی تا قبل از دیدن این فیلم به عمق وحشتناک این کلمه پی نبرده بودم سرش را به طرفم میگرداند اگر پدر به خبر داشت که دختر خودش هم هم شاید این حرف رو نمیزد شاید نمیدونم اتفاقا همین چند روز پیش مقاله راجع به هم ایران در روز دیدم و یاد نیما افتادم اصلا خبر نداشتم که اجازه تغییر جنسیت دارند آره اجازه دارند آدم یه دست تو موش میبره طول میکشه تا به قیافه جدیدش شادت کنه چه برسه به اینکه جنسیتش رو تغییر بده لبهام را ور میچینم میگوید فکر کنم وضعیت ها در ایران شبیه وضعیت نجسها در هنده مگه وضعیت نجسها چطوریه خب کسی حاضر نیست با اونا کار کنه یا ازدواج کنه حتی ظاهر شدن در خیلی از ها رو ندارن حتی برای گدایی در بعضی محله ها باید با صدای بلند حضورشون رو اعلام کنند. چرا؟ تا ما با چشم طبقات بالاتر به اونها بیفته. جدی؟ وضعیت هم جنسگره ها به این بدی هم نیست. ولی یه جور دیگه زیر فشارند. با تأسف سر میدهد. می وضعیت نجس ها خیلی بدتر از این حرف است. مثلا در ساعتهایی از روز که طول سایه بلنده نباید جای عمومی ظاهر بشن سر جام خشک می شوم. چرا؟ تا ما با یک روی کسی بیفته و دیگری رو هم نجس کنه. آب دهانم را قورت می دهم. باورم نمیشه وضعیت هم خیلی بهتره وقت ادامه می میکنن. یهو خوشگش میزند، می زند. دنبالی حرفم می گویم. دنیا از نجاست نژادی و مذهبی و جنسیتی و ایدئولوژی پر شده. با اندوه نگاهم می کند. راج حالم بده. بی از چیز خوب حرف بزنیم. دستاش تا تکان می موافقم موافقم. دوست داری غروب را نگاه کنیم؟ با آسمان نگاه می کنم. باشه. می رویم بالای پل هانگرفورد. تمز زیر پایمان است. کنار هم به غروب سرخ نگاه می کنیم. به سحنی جنگ می ابرهای تیره لابلای خون قلتیده اند. و من هنوز در صحنه فیلم قدم میزنم. ناله جسدهای خاک سر شده را می شنوم قلب‌های قلبهای زخمی بر عزیزان سوخته در کمپ نازی ها را می شنوم احساس می کنم خورشید سرخی خونشان را به سینه آسمان پاشیده است در کنار راج قدم می زنم و حس می کنم دنیا به راهی می رود که راه من هم هست راهی پر از دشمنی، خونریزی، زشتی و کشتار و نیز راهی پر از دوستی، مهربانی، زیبایی، تولد و اعتماد. هجده سایه آقای اسماعیلی از پشت پرده پیداست. سریع خودش را کنار می کشد. با فشار سر زانو در را باز می پاکت سیب زمینی و سبزی را میگذارم در آشپزخانه. سبزی را در آبکش می ریزم و در سینک ظرفشویی میگذارم. آقای اسماعیلی می آید تو لبخند می سلام صبح بخیر درتون که نکردم. صبح شما هم بخیر خوش به حالتون که اینقدر سرخیزید. منم جوان بودم نصف شبا می اومدم خونه و صبح زود بالا می شدم. نمی فهمم زند یا تعریف می کند. کلمه نصف شب توی ذوقم میخورد اشاره به سبزی در سینک زرشویی میکنم ببخشید مزام شما نباشم نخیر نخیر شما همیشه مراهم هستین خانم حنا تنها کسی است که به من میگوید خانم هنا شیر آب را روی سبزی ها باز میکنم ادامه میدهد خیلی ببخشید خانم هنا شما تا ده شب کالج میرین جا میخورم ولی خونسردی را حفظ میکنم نه بعضی روزا کالج میرم شبا رستوران کار میکنم که خرجم را در بیارم یاد زربر مسئله انگلیسی میافتم که میگوید اگر میخواهی دروغ گونه شوی زیاد سوال نکن نگاه تحسینا میزی به سر پام میکند آفرین به شرف شما زنهای ایرانی نمونه تاریخ هند خنده هم میگیرد نمیفهمم کار کردن در رستوران شرفتی به نمونه بودن در تاریخ دارد خیلی ببخشین خانم مهناز جسارتا میخواستم بپرسم شما از دولت کمک خرجی چیزی نمیگیرین؟ صاف نگاهش میکنم نه آقای اسمایلی کیس پناهندگیم رد شده و شامل هیچ کمکی هم نمیشم چشم های تنگ پف کرده اش کمی گشاد میشود دیگه شما چرا؟ خانم به این محترمی با این همه کمالات؟ سرش را با تأصف تکان میدهد باز هم نمیفهمم رد شدن کیس پناهندگی چه ربطی به محترم بودن دارد شیر آب را میبندم و آبکش را روی یه کاسه ای میگذارم خانم حنا اگه وقت دارین یه تو پا تشریف بیارین اتاق کارتون دارم چشم دستم را خوش میکنم و دنبالش میروم رخت خواب لوله شده ای ته اتاق از آخرین باری که دیدم تکانی نخورده است فقط بیشتر کنار رفته است دلم میخواهد بدانم مملی کاندوم های گره زدهش کجا می اندازد زیر فرش یا زیر همین رخت خواب لوله شده خانم حنا بفرمید اینجا با دست به مبل سرمهی نخنما در کنار در اشاره می کند روش می نشینم. خودش چارزانو روی توشکچه سبز رنگ کنار سماور برنجی می نشیند. زیر سماور یک جام برنجی است و روش قوری چینی خانم حنا من ملتفتم که چقدر سرتون به کار خودتونه این مملی منو میبینین جوونی چوب به پای این دختره پت پوری چلو زبانش را میگیرد تباه کرده نه درس میخونه و نه کار میکنه مایه یک دقه من شده دردی در صورتش میپیشد وقتی شما رو میبینم که یک زن هستی و اینجوری به کار و زندگی چسبیدین حق تنها تو این دیار غربت روزی ده بار دعا میکنم ای کاش یه موی معملی منم به شما رفته بود خانم و هنو شما هیچی از کمالات کم ندارین چنان با تأکید و ترحم میگوید یک زن هستیم که انگار درباره بدبخت صغیری در گوشه خیابان حرف میزند زیر لبی میگویم خواهش میکنم خانم حنا خواهشم به بزرگواری خودتون یک کم با این مملی ما حرف بزنید بلکه حرف شما روش اثر کنه زندگی شده سیگار و این دختره الانم چند وقت قهر کرده رفته شهرستون یهو ساکت می شود و به پرده های دود گرفته پنجره نگاه می کند یک بار عمق درماندگیش را احساس می کنم. حتی حاضر شده به من رو بیاندازد اگه فکر میکنین حرف من روش تأثیر میذاره چشم با حرف میزنم خانومتون کی تشریف میادن دو استکان نشسته کنار سماور است استکان ها یکی یکی در نلوکی وزیر شیر سماور میگیرد و آب جوشی درشان میگرداند پسمانده آب را میریزد توی جام قری را از سر سماور برمیدارد و استکان ها را از چای قلیز و سیاه پر میکند از جا بلند می شود و چای را جلو هم می ایشالله با امید خدا تا یکی دو ماه دیگه کار دخترم درست میشه و خانمم میاد. راسته همین خیابون یه ایرونی از شناس ماست. از شما پنهون کار دخترم رو اون داره درست میکنه. اگه مختصر پولی بهش بدین کار شما همرا همراه میندازه. این بابا وکیله ولی کیس هم درست میکنه. به قوانین خوب وارده. همچی مو رو از ماس میکشه که انگوش به دهن میمونین. یک آن لرزش خفیفی در بدنم میپیشد. جدی خیلی رو شنیدم که پول میگیرن و که ترس میکنن و بعدم قیبشون میزنه. جرعه ای از چای مینوشم. تلخ و پررنگ رنگ است. خدا میداند چند بار جوشیده است. بله بد زمونه این شده. به هیچ اهد و نسی نمیشه اعتماد کرد. ولی سر منو کسی نمیتونه کلا بذاره این موها رو بی خودی تو آسیاب سفید نکردم دستی به سر چرب و نشستش میکشد لبخنده از خود متشکرانه ای میزند شما این آقا خوب میشناسین؟ بله اصل و نصب داره پدر خدا بیا مردش از همین کلم به سرا بود یه جایی پرتی تو محشد دفتر ازدواج و طلاق داشت با تردید میگویم شما مشهدی هستین؟ نه خدا نکنه لبخند شیطن تا میزند من بچه عراکم علی ترون بزرگ شدم ایال مشهدی هم ایشالا زیارتشون میکنین یکی دو ماه دیگه تشریف میارن به سلامتی و فرمای قند بردارین قندان را به طرفم دراز میکنند یک حب قند برمیدارم لای قندها هم خاکستر سیگار است این آقای وکیل که میفرمایید یعنی قابل اعتماد قابل اعتماده قوزش راست می شود خانم هنال این آقا به هر کیم بخواد کلک بزنه به من یکی نمیتونه شش سال پیش با هم اومدیم انگلیس خیلی بچه تیزیه تا جواب گرفت رفت درس خوند و دفتر وکالت زد الان سه سال دفتر داره آدرس دفترشون رو اگه بدین حتما سر میزنم اتفاقا همین چند شب پیش اینجا بود گاهی وقتا میاد یه عرض ادبی میکنه این دفعه که اومد صداتون میکنم آن کفش های قهوه نکباریک با سگک دروش جلو نظرم میآید خودش است چرا آن روز که پشت در آقای اسمایلی چشمم به این کفش افتاد یادم نیامد پس آن باقی هم که مرا برده بود دفتر ازدواج و طلاق پدرش بوده لابدان تخت و بند و بسات هم برای سیغه ای ها و اینجور کارهاشان بوده مرسی آقای اسمایلی شما لطف دارین فقط میخوام بدونم مدارکی که درست میکنه اصل. منظورم این که از این آشغالیا نباشه که داقازی دست بزنه بفهمه خودم هم نمیدارم چرا این سوال احمقانه را میپرسم دست و سر و ابروش همه با هم بالا میروند نه نه اصله اصله کارش درسته من بهتون میگم و نه کار دخترم و دستش نمیدادم همچین مهر میزنه که خود قاضیش هم نمیفهمه از جا بلند میشود و از کشوی ته اتاق دو نامه میآورد ملاحظه فرمایید خانم حنا نامه ها را جلوم باز میکند دست های لاغرش از هیجان میلرزد نگاهی به هر دو میاندازم یکی به نام خدا آقای اسماعیلی است دکتر انگلیسیش به خاطر مشکلات جسمانی و ضعف بدنی تأییدیه ی حق از کار افتادگی او را مهد کرده است. میدانم که پناهنده با این جورنامه ها حقوق هفتگی بیشتری می گیرن. البته مزایای دیگری هم دارد که درست نمیدانم. بهش می گویند حق از کار افتادگی. کاغذ دیگری به نام محمد اسماعیلی است. دکتر به مملی هم تأییدیه ی حق از کار افتادگی داده است. امضای پزشک و مهر بیمارستان هم پایین صفحه است. هر دو کاغذ مثل هم هستند، با مقایسه و دقت می توان تشخیص داد که رنگ مهر اصلی پر تر است و کاغذش هم کمی نازکتر. ولی در چشم کسی که میخواست نگاهی به نامه بیاندازد و لای پرونده دریافت حق از کارافتادگی بگذارد قابل تشخیص نبود. سرم را بلند می کنم. من تفاوتی نمی بینم مثل هم هستم غروری در چشم آقای اسماعیلی موج میزند. نگفتم عرض نکردم خدمتتون کارش حرف نداره نامه را از دستم می گیرد وزیر توچکچه چه می ولی چه جرعتی اگه گیر بیفته پدرش رو در میارم نه خانم هنا اینا اسمشون که انگلیسی هن. یه ماش که تو دنیا هوش و ذکاوت ایرونی رو نداره ما کشوری بودیم که تا به حال زیر یوغ هیچ بیگانه ای نرفتیم ایرونی رو دست کم نگیرین همه یه دنیا چشمشون به ماست اینا شاه رو برداشتن چون از قدرت ایران میترسیدن داشت دنیا رو میگرفت بهترین دانشمندهای دنیا ایرانی هستن همین ناسا نصف و بیشترشون ایرانیان. باز چشمهاش میدرخشد و جانی تازه میگیرند به هیچ واکنشی و اراجیفش گوش میدهم دلم میخواهد اسم نادر را از زبانش بشنوم ولی نمیدانم چجوری سر تکان میدهم بله بله چای را در نعلبکی میریزد و فوت میکند تازه چشمم به نعلبکی میافتد کرم تیره است معلوم است که روزی سفید صدفی بوده آقای اسمایلی این وکیل که میفرمایید مدارک روز ایران رو هم میتونن درست کنند منظورم مدرکی که الان تو ایران ازش استفاده میکنن آخ الان خیلی از نهادها اسمشون عوض شده و هم رئیس رو هم عوض شدن ته نعل را هرد میکشد از اینکه مورد توجه واقع شده کیف میکند استکان را خالی میگذرد توی نعل این آقا مهد یهو یه جلو زبانش را میگیرد و به صرفه میافتد آقا نادر یه زمانی خودش تو دم و دستگاه دولت بوده کپی همه سربرگا و مدارک و داره نتورکیشم هم خوبه به کار بردن این کلمه از دهان آقای اسماعیلی بعید است با اینکه منتظر این اسم بودم باز هم با به زبان آوردنش یخ میکنم حالا یه جور نباشه اگه یه روز خواستیم بریم ایران برامون درد سر درست بشه دست خودش به جای بند باشه و برامون مشکل درست کنه نه این خبرا نیست تو ایران به آقا نادر در افتادن و برایش پاپوش درست کردن خودتون بهتر میدونید که آخوندا مثل گرگ میمونن خودشون همدیگر رو پاره میکنن این آقا نادر هم چند وقت حبس کشیده خودش هم بی پاسپورت از مرز فرار کرده عرض کردم که با هم از ایران بیرون اومدیم خوبیش اینه که پای خودش هم گیره و نمیتونه برگرده وگرنه عمرن که کار دخترم رو بهش میدادم بلند میشوم خیلی ممنون آقای اسماعیلی دیگه رفع زحمت میکنم حتما ازتون از نشونه میگیرم و یه سر به ایشون میزنم چاییتون که لب نزدین لابد از بس حرف زدم سرتون درد گرفت خواهش میکنم این حرفا چیه من حل چای نیستم ظهر کلاس دارم باید کالج باشم من هم یادم نمیره چشم باش حرف میزنم اتفاقا من باید برم وقت دکتر دارم این پادرد منو کشت دکتر اینجا هم که و نسبت قد خر نمیفهمن با اجازتون فعلا خدا حافظ برمیگردم به اتاقم لباس ها و وسایلم را جمع می کنم و در چمدان جا می دهم زنگ میزنم به راج سلام راج من دارم وسایلم جمع می کنم و امروز از اینجا میرم چی شده دوباره چیزی پیش اومده نه هنوز ولی قبل از اینکه پیش بیاد بعد از اینجا برم صابخونه دوست نادره نادرم همشهری خانومشه و قرار کار دخترش رو درست کنه و وسط حرفم میپرد الان سرم شلوغه بعدا زنگ میزنم ببخشین قطع میکنم افکارم پریشانند اگر با نادر توی راه پله روبرو میشدم چی؟ اگر نصف شب میرفتم توالت و او هم در توالت بود چی؟ اسپند روی آتشم آرام و قرار ندارم یادن شب میفتم که پشت در اتاق آقای اسماعیلی پر از کفش بود و بوی تریاک خانه را برداشته بود چه جایی آمده هم؟ چرا سایه نادر همینطور دنبالم هم می کند؟ بین ما چه چیز ناتمامی است که باید تمام شود؟ چرا حبس بوده؟ یاد داستان ریش آبی در کتاب زنانی که با گرگ می دوند می افتم. همسر جوان ریشابی از روی کنجکاوی قفل اتاق زیر پله را باز می کند و چشمش به جسدهای تکه تکه شده زنهای قبلی شوهرش می افتد و به رازش پی میبرد. ریشابی با یک نگاه میفهمد که زن جوان همه چیز را میداند، موهای او را میگیرد و به طرف همان قتلگاه روی زمین و پله ها می کشدش. نادر اگر بداند کسی همین دور برهاست و رازش را می داند. چه کار می کند؟ دلم می لحظد. فکر کنم کلید را در قفل اتاق ریش آبی شرخانده ام. و هر هرچه نامه اسم و فامیل دار از ترکیفم می گذارم. منتظرم آقای اسماعیلی از در بیرون برود. در این فاصله کتاب خرده هندی را باز می کنم. وقتی به کسی ستمی می رود که جامعه بدان رسیدگی نمی کند، شخص به انتقام روی می آورد. میان انتقام و حق خط بسیار باریکی است. صدای بسته شدن در پایین می آید. زنگ می زنم به تاکسی تلفنی سر کوچه. وسائلم را پایین پله ها می برم. یک چمدان و دو تا کیسه نایلون کوچک. در عرض دو دقیقه تاکسی می رسد. راننده افغانستانی است. کمکم می کند. هرچه به منیجه زنگ میزنم گوشی را برده می دارد. نمیدانم با این وسایل چه کار کنم جلو نزدیکترین کافی شاپ به خانه منیژه پیاده میشوم با همین وسایل میروم تو و روی یکی از صندلیها مینشینم قهوه سفارش میدهم و یک برش کیک گردویی از شیشه بزرگ پنجره به بیرون نگاه میکنم آسمان آبی رنگ است و پر از ابرهای سفید که در دل هم فرو رفتهاند دوباره به منیژه زنگ میزنم و پیغام میگذارم نیما می آید روی خط وسط پیغام گذاشتن قطع می کنم و جواب نیما را می دهم سلام نیما جون خوبی؟ سلام دارم اصفاق جمع می کنم بالاخره جا گرفتم مبارکه کجا میری؟ بعدم بهت میگم اوزه قارش میشتر از این حرف هست. ببین دوباره به زنگ می زنم قطع می کند بعد از دیدار با گراهام در هیسرو رو چند بار با نیما حرف زدم چیزی از ماجرای بین خودم و گراهام نگفتم. حتی اشاره ای هم به خبر کشیش نکردم. از آن روز سعی کردم به جای دل شدن از کسی جلو زیادی حرف زدن خودم را بگیرم. فرداش گراهام پیغام فرستاد. هنه عزیزم آن روز که تو در ناز و نعمت فرو رفته ای و همه چیز را فراموش کرده ای بدان که راز عشق راه را به یک مبارز فقیر نشان خواهد داد. گراهام تو پیش خدمت که دختری لهستانی است مرتب لبخند میزند به من هم سرایت می کند و در جوابش لبخند میزنم جلوی کافه درخت کاج بزرگی است گربه خاکستری با موهای بلند از لای برگ کاج سرش را بیرون می آورد ای قرمزی دور گردنش است به نظرم چاق شکم و شکمو می آید. یک راست می آید توی کافه و خودش را به پاهام می مالد. روی قلادهش نوشته کلوپاترا یک تکه از کیک را جلوش می اندازم او می کشد و بی از کافه بیرون می رود زیر درخت کاج ولو می شود و دست و پاش را می کشد و با آرامشی بی نظیر دهن می کند نیما دوباره زنگ می زند نیما جان چی شد؟ در حال مردنم دارم چمدونه بهار رو میکشم خیلی سنگینم. بالاخره همه شونو آوردم با بهات جا گرفتی آره صداش رو در نیار نمیخوام شوهر در یوسش نشین رو بدونه و گرنه دخل جفتمون رو میاره تو کجایی چمدون به دست و کافه نشستم منم از اتاقم اومدم بیرون هنوز دنبال جا نرفتم ولی تا شب یه کاریش میکنم فعلا مشاعرم کار نمیکنه ای بابا پاشت هم بیا پیش ما تعارف نمیکنم بیا تا یه جایی رو پیدا کنیم قربونت بشم جون. ببینم چی میشه اگه شب تو خیابون موندم بهت خبر میدم آره حتما ما اون بره لندنیم طرف شمال حالا باز با حرف میزنم الان اوکی دیگه آره نگران نباش بادمجون جون و با نداره میخندد حالا دیویست داری به من بدی هر چند تو خودت الان آفتابه ای کاش از اون آفتابه ها بود که تا دست میکشیدی قول ازش بیرون میومد حالا جان اون چراغ بود از از گول بیرون میومد نه آفتابه میگی یا میگم مشارم کار نمیکنه دیویس پوند به همون شماره حسابی که بهم داده بودی میریزم دستت در نکنه به خدا از رود خجالت میکشم این چه حرفیه برو به کارت برس بعدا به زنگ میزنم کافه خلوت هست گهگاه مشتری میآید و ساندویچ یا سالادی از سوی یخچال بر میدارد و میرود رو به دختر لهستانی میکنم دنبال اتاق میکردم برای همینم با وسایلم هستم اشکالی نداره بذارم پشت اون مبل اشاری به مبل میکنم که گوشه قلاس رستوران گذاشته شده و یک فضای مسلسی خالی پشتش است نه اشکالی نه فعلا مشتری نه یکی که اتاق اجاره تلفنش سر و گردن و دست و پاش با هم همراه با زبانش حرف میزنند به طرفم میآید و از توی موبایلش شماره ای را پیدا میکند شماره را در موبایلم حفظ میکنم مرسی خیلی ممنون اینجا زنگ شاید اتاق دوست دوست من انگلیسیش بد نیست اما نمیدانم چرا همه فعل ها را حذف می کند تازه میفهمم که بدون فعل هم می شود منظور را رساند لبخند سخاوت مندانی بهش میزنم و بلند می ساندویچ پنیری از توی یخچال بر میدارم جز لایه نازکی پنیر هلندی هیچ چیزی توش نیست دریق از یک گوجه یا خیار یا سبزی به زور سس گوجه فرنگی روی میز قورتش می دهم دوباره به منیجه زنگ میزنم هیچ کس جواب نمیدهد شاید مسافرت هستم از وقتی به اتاقم آمده ام هفته ای دو دقیقه سلام و احوال پرسی تلفنی داشته ایم هیچ وقت غیر از حال و احوال چیزی ازم نمیپرسد من هم جرأت می کنم چیزی قید از حالت چطوره یا آرتور چطوره بپرسم زنگ میزنم به شماره که دختر لهستانی داده روی پیغامگیر گیر می رود. سلام اجاره اتاق هفتهی هفته هفتاد و پنج پند است به اضافه پول آب و برق و گاز که بین سه نفر تقسیم می شود فاصله آپارتمان تا ایستگاه قطار هفت دقیقه است توالت و حمام و آشپزخانه مشترک است لطفا شماره و پیام خود را بگذارید بعد از پنج عصر با شما تماس خواهم گرفت قطع می کنم راج پشت خط است سلام راج چرا هرچی زنگ میزنم نه در رو باز میکنی و نه گوشی رو جواب میدی از جا میپرم من خونه نیستم کافه مگنولیا سر خیابون منیجه اینام مگر نمیخواستی وسایلت رو برداری چرا همراه همه با تاکسی تلفنی اومدم اوکی اوکی همونجا باش اومدم قطع می کند باورم نمی شود که راج با این سرعت از سر کار بیرون آمده و خودش را رسنده از پشت در خانه کلوپات را دوباره وارد کافه می شود اعتنایی نمی کند غیری می دهد و رد می شود دختر لهستانی در یک کنسرو را که عکس گربه روش است باز می کند و محتویت را در ظرف پلاستیکی قرمزی خالی میکند. ظرف را میگذارد بالای یک صندلی چوبی که با سندلی های دیگر کافه متفاوت است کلوپات را میپرد بالای صندلی و مشغول خوردن می شود. به دختر لهستانی می گویم جا و ساعت غذاش رو میدونه سر ساعت یک این صندلی این شلوغ نه غذا آمده میو میو من بی اعتنا میو میو به غذا خوردن گربه نگاه می کنم حرف آخر دختر در گوشم تنی می اندازد من بی اعتنا میو میو حق با کلوپاتراست، راست اگر سر نکند کسی هم اعتنا بهش نمی کند چنان روی ظرف خم شده و با اشتها لیس می زند که باور می کنم این صندلی و ظرف مخصوص و کنسرو غذا حق مسلم اوست درست مثل ما از کشوری می آییم که نه حقوق بیکاری به داده می شود و نه کسی اجاره خانمان را پرداخت می کند و نه دوا و دکتر و وکیل و کالج من مجانی است. ولی به اینجا که می رسیم حق خود می دانیم که از همه مزایا و شرایط برخوردار شویم. پیرمردی وارد کافه می شود کراوات قرمز زده است. موهای نقره ایش از یک طرف گوشش و آن یکی گوشش خوابانده شده است. توری روغن شانه خورده که انگاری همه تارها به هم چسبیده نگاهی به اطراف می اندازد و رو به میز من می نشیند. صورتش لاغر و محتابی است. سلامتی از گونه های گلبهیش فوران می کند. مطمئنم در جوانی خیلی خوشتی و جذاب بوده. مرتب زیر چشمی نگاه هم می کند. خنده هم می گیرد. متوجه می شود و لبخند نمکی نمی زند. مادمازل شما از سرزمین آفتاب اومدید یاد داستان بچگی هم میفتم که به دختر خاقان چین میگفتند دختر سرزمین آفتاب البته مطمئن نیستم که منظور او چین است مثل احمق ها میگویم من چینی نیستم با صدای بلند میخندد کاملا پیداست چشمای شما بادوم درشته و صورتتون گل آفتاب گردون راج مینشیند روبروم جا میخورم خنده روی لبم خشک می شود سلام راج نیمخیز می شوم و صورتش را می بوسم راج رو به پیرمرد مرد می کند و با چشمانی براغ می گوید خوش می گذره؟ جواب نمیدهد و دستش را جلو صورتش می گیرد پقی می زنم زیر خنده و جوری زدی تو ذوق بیچاره بیان که به خندت می گوید معلومه خیلی وقت قیافش تو توی آینه ندیده ساکت می و چیزی به روی خودم نمیآورم. نگاهی به چمدان بیرون زده از پشت مبل می کند. بهتری بریم از اینجا خوشم نمیاد. تندی از جا بلند می شویم. او وسایلم را پشت ماشین میگذارد. کمی عصبی است. می نشینیم توی ماشین و دست و پام را جمع می کنم. می گوید جی می دم همینجا با هم حرف بزنیم. نمی خوام کسی حرفامونو بشنوه. حالا دقیق بگو چه اتفاقی افتاده. حرفی آقای اسماعیلی را برایش بازگو می کنم با دقت گوش می دهد تصمیم آقلانهی گرفتی که بیرون اومدی اصلا جای مناسبی نبود حالا برنامه خاصی داری؟ بعد از ساعت پنج میرم یه اتاقی رو ببینم سه نفر است باید با دو دختر اروپای شرقی هم اتاق بشم اگر مناسب نبود فعلا میرم آپارتمان نیما امروز جابجا جا شده و با بهاری آپارتمان گرفتم میپرد وسط حرفم لطفا یه لحظه صبر کن بهار هنوز با شوهدشه؟ آره تو از کجا میدونی که بهار ازدواج کرده اخمی میکند حلقه دستش بود اصلا مشخصه که همسر داره حالا میتونم یه خواهشی ازت بکنم لحنش خیلی جدی است از لحظه ای که آمده هنوز یک لبخند هم نزده است آره حتما خواهش میکنم دورو برای نیمانه رو کارش درست نیست رابطه بهار با نیما و شوهرش به من مربوط نیست اما اصولا این جور روابط و به هم ریختگی های عاطفی سرانجام خوبی ندارن خودت رو در روابط نیما و بهار قاطی نکن و فاصلت رو حفظ کن به صورتش نگاه میکنم ساکتم چشمم تار میشوند به من قول میدی اشکام به هیچ شرم و اختیاری میریزند او حیران است دستم را میگیرد چرا گریه می کنی؟ مگر من چی گفتم با پشت دست صورتم را پاک می کنم. از شدت فشار احساس خفگی می کنم. خستم. از همه چیز خستم. نمیتونم چرا. همه از من قول می خوان. بغلم می کند. چانه را روی شانه اش می گذارم. اشکام بند نمیآیند به هر می افتم. سرم را ناز می کند و دست به پشتم می کشد. بریم اول خانه من و وسائلت رو بذارم. سر تکان می دهم و بر می گردم روی صندلی او دستمالی تمیز از جیب در میآورد و آب بینیم را پاک می کند هر دو می خندیم می گوید؟ امروز هم باید سر کار باشی؟ آره ساعت چهار باید همین طرفا باشم به طرف خانهش را ندگی می کند نه رادیو روشن است و نه حرفی بین من رد و بدل می شود هر دو غرق در فکریم ماشین را روبروی خانه پارک می کند انا با یک مسافرت چند روزه موافقی سری به طرفش برمیگردم کجا گوشه لبش لبخندی مینشیند کم کم تبدیل به خنده می شود چرا می خندی چشمات چشمات یه وی مثل چراغ ماشین برق زدن لبخنده نمی را جمع می کنم و گوش هم داغ می شوند. آخر هفته می دیم که از بندرهای قشنگو دیدنی انگلیس و چهار پنج روزی استراحت می کنیم موافقی؟ نفس بلندی میکشم. تنها چیزی که به ذهنم خطور نمی کرد استراحت و مسافرت بود باشه هرچم باید اول با برژیت مادر بچه ها حرف بزنم چون یه هفته دیگه هم باید از بچهاش مراقبت کنم امیدوارم قبول کنه فعلا بیا وسایلت رو جا به جا کن چمدانم را میبرد طبقه بالا و در یکی از اتاقها میگذارد راج میخوای نهار درست کنم من درست کنم تو برو وسائلت رو توی کمو جا بده و مرتب کن از پلا میروم بالا هیچ کدام حرف اضافه ای نمیزنیم لباس هام را به چوب رختی ها میآویزم کتاب هام را روی میز میچینم و وسائل تمیز کننده را میآورم طبقه پایین و در آشپزخانه جا می دهم ته دلم قنداب می شود. بوی غذا در ساختمان پیچیده است این چیه؟ چه بوبرنگی را انداختی؟ بشقابی سفالی به دستم می دهد. یک کفگیر برنج باسمتی در آن می ریزد و کمی هم خورشت سبز رنگ. این ساج پنیر پنیر و اسفناج. غذا تند و تیز است و خوشتم. می گویم خیلی وقتی که همچین نهار خوشمزه و پروپیمونی نخوردم. چشمم به پاکت بسته بندی شده ساج پنیر می افتد که روی کابینت است. می خندم. نمی انقدر خوبه؟ دست میکشم روی شکم کمی برامده ام. می جلو آینه قدی حال خودم را برانداز می کنم. وزن کم کرده هم. کمرم باریک است و پاهام کشیده. دیگر دختر توپولی که تازه آمده بود لندن نیستم. بینیم عباحت همه صورتم را به خودش اختصاص داده. راج به نظرت دماغم به نسبت صورتم خیلی بزرگه. میخندد. دماغت مثل دماغ رومان هاست یه کمی بزرگه ولی بهت میاد قشنگه نوک دراز دماغم را میگیرم و با انگشت بالا میدهم یکم کوتاهتر بشه مدل خوکی سینمایی سینمایی میشم ولی من طرفدار زیبایی طبیعی ام آخه از چاقو و جراحی خیلی میترسم هردو دو میخندیم راج بغلم میکند چقدر قشنگ میخندی دلم میخواد همیشه بخندی ساعت نه از خانه برژیت می آیم بیرون راج بیرون خانه منتظر است به محضی که در ماشین را باز می کنم می گوید. خب چی شد؟ به برژیت گفتی؟ آره گفت خواهرش بچه رو نگه می داره. همین دو روزو میرم و دیگه کارم تموم میشه. خانم خیلی خوبیه یه خود زیادی کار میکشه ولی مهربونه ماشین را روشن می کند مگر غیر از مراقبت از بچه ها کار دیگه هم می کنی؟ نیم خندی می زنم. اسمشی که از بچه مراقبت میکنم هر وقت میرم یه لیست توی آشپزخونه منتظرمه در آوردن لباس ها از ماشین جا به جایی زرفا او تو کشی لباس ها و ملافه ها دادن غذای گربه گذاشتن زرف های کسیف توی ماشین پختن شام دادن از به بچه ها مرتب کردن تخت بچه ها و عوض کردن ملافه ها جارو کشیدن اتاقا تمیز کابینتا خلاصه اصلا نمیفهمم چه جوری وقت میگذره دندان به هم میساید و چیزی نمیگوید متوجهم که به طرف خانه آقای اسماعیلی میراند چرا از این راه میری نمیخوای سری به آقای اسماعیلی بزنی برای چی نگاهی به اتاق بنداز شاید چیزی جا گذاشته باشی کلید رو هم که پس ندادی کلید رو که پس نمیدم میندازم داشت آشقال چون از اولم کلید اضافی به من نداد وقتی هم یک کپی از رو اصل زدم هیچ وقت با من حساب نکرد خوش قفل و دستگیره در رو هم جدا کنیم زیر لبی میخندد این چیزا کوچکتر از اونه که فکرتو به اون مشغول کنی روبروی خانه آقای اسمالی پارک میکند برای آخرین بار زیر نور چراغ برق به آن مخروط کج و کله نگاه میکنم مثل خانه های مخوف فیلم های آلفرد هیچکاک است کل بنا یک انحنای نیم دایره ای باریک است که چرکابه بی توجهی از همه خمیدگی ها و زاویه هایش روان است. کلید را به در می اندازم. خانه ساکت است. بوی شاهدانه می آید که با اسپند دود کرده باشند. نور ضعیفی از زیر در اتاق آقای اسماعیلی به بیرون می تراود. می اتاق بالا و در را باز می کنم. تازه می فهمم که این اتاق را با همه مشکلاتش خیلی دوست دارم. در این چهار دیواری بوگندو احساس آزادی می کنم. نگاهی به دور و اطراف می اندازم. کتری را جا گذاشتم. کشوهای کمد را وارسی می کنم. باورم نمی شود. یک نامه هوم آفیس با دو قطعه عکس سه در چهار ته کشو جا مانده. همه چیز را بر می دارم و میروم پشت در آقای اسماعیلی. چند ضربه میزنم. خیلی دیر در را باز می کند. صورتش برافروخته است و لبهای نداشته اش گلنداخته. ببخشید آقای اسماعیلی این کلید در و اینم کلید اتاق بالا اجاری اتاق رو تا آخر هفته پرداخت کردم با اجازهتون من دارم میرم رنگش میپرد و چانهش میلرزد شما از چیزی ناراحت شدین خانم حنا حتما این مملی چیزی گفته لابد با شما گفته که اتاقش رو میخواد آره میدونستم بهتون زنگ میزنه نه آقای اسماعیلی مملی چیزی نگفته با یکی از دوستام نزدیک کالج جا گرفتم اصلا همه چیز یهویی یه شد خودم انتظار نداشتم این جا به این زودی جابجا جا بشم و تازه اصری فهمیدم لابد من گفتم دیگه اون آقا هندی نیاد اینجا ناراحت شدیم هر چی با شما ایرانی هستیم و غیرت داریم شما که خانم فهمیده ای هستیم نمیگذارم بیشتر ادامه دهد آقای اسماعیلی چه فرقی میکنه ناراحت شده باشم یا نه هر دیگه لندن اتاق جره کنم نه کسی به من میگه با کی رفتی و با کی اومدی نمیگی چرا نصف شب میایی و صبح زود میری کلید را در دستش میگذارم با تأسف نگاهم میکند به زور لبهاش تکانی میخورند حدس میزنم میگوید خداحافظ در را پشت سرم میبندم